با حرف بزنم رو واتساپ برای اینکه اینترنت نداریم. ولی من فقط میتونم با باهات اینجوری حرف بزنم. اگه میتونی من با من حرف بزن. خب من تا یه چند دقیقه قبل ترش داشتیم با شکیبا صحبت میکردم. راستین یه بازی جدیدی گرفته بود تهران، اسمش هم گذاشته و اسمش بود کودتا. همونجا تو فرودگاه داشت به من توضیح میداد که با عشق و نمیدونم با خیلی هیجان که میخوام زود بیام اونجا اینو بهت یاد بدم با هم بازی کنیم. خیلی باحاله، نمیدونم با همون صدای کودکی و لهجه صحبت انگلیسی فارسی. تا رسید به وقتی که شکیبا گفتش که خدا رو بخواد مثل این که بعد 2 ساعت معطلی داریم میریم دیگه، که خداحافظی کردن و گفتن که میرسیم 2 ساعت 3 ساعت دیگه کیف، اونجا دوباره تماس میگیریم. خب منم نشستم باز خودم یه چند دقیقه داشتم فکر میکردم که برم یه پیتزا یه چیزی سر کوچه بگیرم و بیام تا اون رو بخورم، یه فیلمی هم نگاه کنم. بچه ها رسیدن، ولی خب واقعا کی فکرشو میکرد که این پرواز آخر بخواد باشه. We first learned that it was a missile that took down a Ukrainian airliner over Iran because of this video showing the moment of impact. All 176 people on board were killed. Breaking news out of Iran, an air disaster that has killed 63 Canadians, one of the worst ever for the loss of Canadian lives. And we have comprehensive coverage of that plane for you. Yeah, it took off from Tehran's main airport early this morning. Now we know it climbed for just 2 minutes. We begin with the breaking news of a Ukrainian passenger plane has crashed near the carrying at least 170 nationals and students. Rescue work is set to a nurse survivor. وقتی که بهم زنگ زدن صحبت چی بود؟ صحبت باور میکنی اصلا یادم نمیاد، یعنی اون لحظه، ولی فقط گفتن که یه هواپیمایی سقوط کرده. بعدم گفتم چه هواپیمایی یا همچین چیزی؟ گفتن یه هواپیمای اوکراینی بوده مثل این که. بعد خسرو میگفتش که برای ما هواپیمای بچه ها نبوده حتما. گفتم بابا خسرو فقط یه پرواز رفته، همه کنسل شدن دیگه. چون که دیدم تلویزیون هم زد، وقتی که نوشت که همه سرنشین ها مردن دیگه من نفهمیدم بعد نمیدونم چند وقت بود، ولی فکر کنم 2 ساعت. تو رو به حال اومدم دیدم شلوغه اینجا، کلی از دوستامون اومده بودن.
شاین بعد مثل کوه وایسی ها پرامس کردی ها پرامس شو یور فینگر شو می ما فردا اینجاییم نه به خاطر نه به خاطر از دست دادن به خاطر فقط یادگاریه به خاطر این که یه کوهی بود پشت همه ماها و همه دوست ما عشقش با همه بود عاشق همه بود تموم شد هر کی اومد ممنون هر کم نایمد خیلی جاش خواهد جاش خواهد تمام نگاه کنیم اینجا یه خونه اینجا خونه یه کسیه که با عشق آجر با آجر رفت بالا اگه کسی رو میتونی پیدا بکنیم که آجر با آجر بره بالا با شوهرش بیاییم با من صحبت کنیم اینه ناراحتی همجوری یکی همه میگن که کم کم بهتر میشه و خوب میشه و نمیدونم خدا صبر بده زمان حل میکنه ولی واقعیتش اینجوری نیست استش یعنی من فکر نمی کنم اینجوری باشه هیچ کس دیگر به جز ما حق ندارد از آبش بخورد این کجا شبیه زس این خس مامی خس خب حالا بقیه شو بخوی یه ذرم صدا خب بگو گنجشکه بخون نامی دیگه حالا بخون گنجشکه اوی استثنا خواست این خس مامی خس خب حالا بقیه شو بخوی یه ذرم صدا خب بگو برنامه این بود که ما یک بوئینگ 737 سری 800 رو انتخاب میکنیم و اون رو دو تا بودن در اون روز یکی هواپیمای قطری بود به مقصد هنگ کنگ و دیگری هواپیمای اوکراینی بود به سمت شمال تنها پروازی که تقریبا 99% مسافرها اصلیتا ایرانی بودن خب این یه حسنی داشت خب تبعات بین‌المللی کمتری داشت و اینها از این هواپیما با 29 تا بچه و اکثریت زن به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن با این طرح و هدف که ما این هواپیما رو میزنیم و میگیم که آمریکا زده چون منتظر حمله آمریکا بودن و ما اگر که آمریکا حمله نکرد این رو ربطش میدیم به سانحه و همین کارم کردن در سه روز اول تا اینکه فیلمای مدار بسته و فیلمای مردم اومد بالا
و بعد هم آمریکا خب و بعد هم جاستین ترودو اعلام کرد که شلیک دوتا موشک باعث شده که در واقع این هواپیما سقوط بکنه و کلن داستان رو عوض کرد. این رژیم جمهوری اسلامی تصورش بر این بود که با شلیک و از بین بردن این هواپیما جلوی یک جنگی رو خواهد گرفت، ولی در واقع این یک جور جنایت جنگی است، این جنایت علیه بشریت است. حتی در قوانین سازمان ملل حق گرفتن حق زندگی یک انسان محکوم است و اینها با قساوت تمام این جنایت را انجام دادن، یعنی بدون کوچکترین رحمی 29 تا بچه رو کشتن، حدود 120 تا زن رو کشتن و واقعا اصلا یک جنایتی بی‌بدیل بود. اصلا همچین چیزی واقعا سابقه نداشت که یک هواپیمایی رو با مسافرهای خودی یک کشور خودش بزنه و این بدترین نوع جنایت بود در تاریخ. واقعا اینها خیلی مظلوم رفتن. جرمی که اینها داشتن فقط خرید یک بلیت بود، یک بلیت برای برگشت به خانه، ولی واقعا شد آخرین سفر یک سفر بدون برگشت. گل گلون من شکست در باغ، تو بیا تا دلم نکرده فریاد. گل شب بودی که شبونه میده، کی گل شب برو از شاخ چیده. گوشه آسمون پر رنگین کمون، من مثل تاریکی تو مثل مهتاب. هکه با دستره زلف تو نگذره، من میرم گم میشم تو جنگل خواب. گل گلدون من، ماه ایبون من، از تو تنها بودم چو ماهی از آب. گل هر آرزو رفته از رنگ و بود، من شدم روحومه دلم. واقعا فاجعه‌ای بود، واقعا فاجعه‌ای بود که هر لحظه که فکر میکنم که اینها اومدن 176 نفر رو کشتن و سه روز هم دروغ گفتن، اصلا هیچ کلمه‌ای برای اینها نمیشه استفاده کرد، هیچ کلمه‌ای. چون من عقیده دارم هر لغتی استفاده بکنی
هر ناسزایی بگی یه خصلت انسانیه، اینها اصلا انسان نیستند. و واقعا کشتن این بچه ها، این راستین راستین هنوز پاهاش به زمین نمیرسید، انقدر کوچولو بود. نه دستاش درست به پیانو میرسید، نه پاهاش به زمین. خلاصه داستانی بود وقتی پیانو رو شروع کرد. هنوز باور میکنی؟ میگم همونجور که گفتم خیلی هم شاید میخندن، ولی من هنوز که هنوز میشنوم ملودی ها رو، صداها رو. خب یه سال و نیم الان از این ماجرا یه خورده کمتر، یه خورده بیشتر میگذره، ولی من هنوز این قدرت رو پیدا نکردم که بخوام برم تو اتاق راستی. پرسیدی چرا؟ نمیدونم، میترسم. یه حس و حال دیگه ای داره و انگار که خوردت میکنه از اینکه برم تو اون اتاق، اون لگوهای راستین رو ببینم و اون در واقع خاطرات رو دوباره میاد جلو چشم. این گلدونه موهای شکیباست، همینجوری موهاش قرمزی میزد، هر وقت رد میشم از اینجا میخوره به هم، یه حس خیلی خوبی داره. اینا هم باشگاهی هاش نمیشتن آوردن، راست این 4 بار مسابقه های تکواندو شرکت کرد، یه دونه طلا گرفت تو تورنتو، 2 تا نقره گرفت با 1 برنز. عینکای شناش بود. Ugh.
Is it a owl? Yeah. It's like an owl. An owl, man. Looks nice. It really looks nice. سنگینی و دردمندی این که من در واقع جسد و بدنی هم ندیدم و نگرفتم خودش یه قسمت دیگه ای داستانه و خودش یه جنایت و ظلم از نظر من به حساب میاد. خب ما زمان در واقع دفن فقط دو تا کیسه وکیوم شده تحویل گرفتیم که البته من دستم که زدم چیزی داخلش نبود، فکر میکنم که با پنبه و پارچه و این چیزا داخلش رو پر کرده بودم. به هر حال تقریبا فکر میکنم بالای 95% از افراد جسدی ندیدن و فقط برخی اون هم قسمت‌هایی رو از عزیزانشون دیدن، مثلا قسمتی از دست، قسمتی از پا یا قسمتی از بدن که حالا لباسی به تنش بود و قابل شناسایی بود. شاید هم چند موردی خاص هم بدن سالم بود، ولی در کل حتی این هم برای من سوال هست که در قبرها چی هست و این خودش یک جنایت بزرگه که معلوم نشه شما بدونی که آیا در این مدفن راستینه یا شکیباست یا کسی دیگه یا اصلا آیا داخلشون اجزای بدن هست یا خیر. بعد از این ماجرا من یک درخت بید مجنون به یاد شکیبا کاشتم و یه درخت گیلاس هم برای راستین، در واقع در پای همون سنگایی که خودشون در واقع کاشته بودن. این تنها چیزی بود که در واقع من تو ذهنم برای خودم ساختم به عنوان یاد بود، وگرنه جسد و بدنی در کار نیست، تنها همین دو درخته و اون دو سنگی که در واقع پاشون به یاد بود گذاشتم. گله گلون من شکست در تو بیا تا دلم نکرده فریاد،
گل شب دیگه شبونه میده کی گل شب رو از شاخ چیده خواسته ای من از دولت کانادا در ابتدا این هست که پلیس امنیت یا همون RCMP فوراً تحقیقات کیفری و شکایت کیفری علیه جمهوری اسلامی و نامبردگان رو در دادگاه فدرال کانادا آغاز بکنه. و بعد از دولت کانادا مصرانه میخوام که با تمام کوتاهی‌هایی که تا به امروز داشته و تمام بازی‌های سیاسی رو که شکل داده سریعاً در واقع اعاده دعوا بکنه در اینترنشنال کریمینال کورت یا همون ICC که البته آقایون مرتب از ICJ یا همون اینترنشنال کورت آف جاستیس صحبت میکنن که این اصلاً خواسته یه من و خیلی دیگر از خانواده ها نیست. البته من معتقدم که عدالت واقعی و دادخواهی فقط در یک صورت سرانجام خواهد داشت و اون هم سرنگونی این حکومت جنایتکار هست، به دلیل اینکه باور دارم در صورت در واقع تصویب شدیدترین احکام در دادگاه‌های بین‌المللی همچنان دسترسی به آقایون برای اجرای اون حکم و دسترسی به عدالت غیر ممکن است. و باعث و بانی این جنایت و همه جنایت هایی که بوده، جنایت های سال 67، دهه 70، آبان، سال 88 و همین هواپیما، من به شخصه علی خامنه ای رو مسئول میدونم و بعد به سلسله مراتب فرماندهی سپاه و دستورهایی که داده شد تا از لحظه شلیک موشک. به هر حال عقیده دارم که این حکومت دیکتاتوری، به خصوص وقتی که دیکتاتوری مذهبی باشه، بدشکلترین و جنایت پیشه ترین نوع حکومته. این عقیده شخصی من است و ایشون به زودی بایستی پاسخگوی این جنایت باشه، به خصوص در مورد هواپیما که مربوط به من میشه.